دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست دوبارش با بچه ها صحبت کردیم دوستیابی عاقلانه درس خوندن عاقلانه ارتباط با پدر مادر عاقلانه لباس پوشیدن عاقلانه اومدیم دوباره این دوتا با هم صحبت کردیم جهل عقل قصه گذشت بعد مدیر اون مدرسه دو مرتبه خیلی اصرار که اون بحثه رو بیا کامل کن گفتم چطور گفت اینقدر بچه ها جالب با اون بحث ارتباط برقرار کردن با این روایت که والدین دارن عکس العمل نشون میدم تو خونه میخواد کار کنه میگه درس خوندن عاقلانه این اینجا که من آسیب دیدم مال جهلم بوده جایی که لجبازی کردم چوب خوردم باید عاقلانه تصمیم می گرفتم که بعدها با هم دیگه جلو خواهیم رفت انشالله به لطف الهی من نشانه های آدم عاقل رو بهتون بگم ببینید چقدر قشنگه چگونه عقل بر کشور وجود مستولی بشه و عقل مدیریت کنه چه اتفاقات قشنگی خواهد افتاد دوست هر کسی عقلشه و دشمن جهل است اینجا جهل در مقابل عقل قرار گرفت و اساسا بدونید که در مقابل عقل جهل است جهل اینجا منظور از نادانی نیست نه 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 منظور از نادانی نیست اینجا جهل اتفاقا این است که میدانی اما به دانسته خودت عمل بگید عمل نمی میدونی دروغ گویی بده داری دروغه رو میگی. میدونی غیبت بده گناهی کبیره است همون لحظه داری همچین قشنگ پشت سر همکارت حرف میزنی پشت سر این جاری و اون با و خانواده داری حرف میزنی پشت سر برادر خواهر داری حرف غیبت میکنی میدونی بده علم داری بده ولی داری این کارو میکنی فروشنده ای کالا رو داری میفروشی کامل میدانی که داری دروغ میگی این کار کرده است نو no, نیست اما داری میفروشی داری دروغ میگی علم داری داری برخلاف علمت انجام میدی این که علم داری داری برخلاف علمت انجام میدی این جهله جهل جه. میدونی این قضا برات ضرر داره علم داری انجامش میدی این جهله در مقابل عقل ببین در مقابل عقل قرار میگیره این خاطره رو بعضی جاها من تعریف کردم یه جلسه ای ما میرفتیم جوانی رو حدود سی سالش بود نزدیک سی سال این بیمارستان بستری بود بعد ترخیص شده بود اومده بود تو اون جلسه هم شرکت کرده بود پاش از چند جا شکسته بود گفتن که پوکی استخوان گرفته و یه زمین خوردن و چند جای پا شکستن و بیمارستان بستری شده بعد با خنده تعریف میکردن دوستاش خودش هم بودن یعنی خیلی با ذوق و با خنده تعریف میکردن که آره وقتی رفتن دکتر و بعد مراحل تشخیص و اینها جلو رفته دکتر گفته تو پوکی استخوان گرفتی ولی برای سن تو پوکی استخوان یعنی چی فهم فهمیدن که خیلی نوشابه میخوره و پوکی استخوان گرفته و دکتر به شدت منعش کرده که تحت هیچ شرایطی دیگه اجزه خوردن نوشابه نداری تو خودتو از بین بردی مثل یه آدم 80 90 ساله شدی بعد با خنده تعریف میکرد که به بچه ها پیام زدم بچه ها هر کی خواست بیاد عیادت من با خودش نوشابه بیاره و بچه زیر لباس ها مثلا نوشابه قایم میگردن این هم به دور از چشم پرستارا یواشکی نوشابه بخوره جهل یقین داری برات ضرر داره با علمت داری این کار انجام میدی جاهلی جاهل علم علم این دوستانی که مصرف کننده مواد دن و بعد میذارن کنار و مراحل پاکیشونو میرن بعد از چند جلسه که میان گفتگو و آمادگی پیدا میکنن که دیگه از این کار جدا بشن و مراحل پاکیشونو شروع کنن بعضی وقتا گزارش میکنن چی میگه؟ میگه که بعد از اینه که رفتم و دیگه متوجه شدم که این مصرف چقدر به من آسیب زده به ظاهرم به اقتصادم به اعتقادم پدر مادرم و از بین بردم زن و بچه ها ما از بین بردم کاملا از لحاظ علمی آگ به این سطح از آگاهی رسیدم که چقدر من چوب این مصرف رو خوردم واقعا واقعا از خودم بدم می اومد خب بگه بعدش دیگه بسات رو شروع کردیم گذاشتن و کشیدن و گریه می کردم که چقدر من آدم بدیم که میدونم و دارم انجام میدم جه میدانی انجام میدی نقطه مقابل عقله ببین چه قشنگ شد یه بار دیگه برگردیم وجود نازنین اول حسن علی ابن موسی علیه السلام فرمودن که دوست هر کسی عقل اوست و دشمنش جهله این عقل بیاد تو فضای زندگی ازش استفاده بشه الان براتون عقل رو تعریف میکنم یادگار این جلسه رو نگه دارید و با خودتون حتما متعهد بشید که این بحثی رو که داریم قدم به قدم میریم جلو و انشالله لایه ها در این موضوع با هم دیگه باز خواهیم کرد و میرسیم به اون نکات قشنگش که چگونه من فر یک زندگی عاقلانه داشته باشم و به شدت جدی بگیرید به شدت و برای تمام مسیر زندگیتون و یه خواهشم هم همین الان از تک تک شما خوبان دارم از خانم ها و آقایونی که شرف و حضور دارید نوجوان و جوانای عزیز دانشجوها طلبه های خوب در هر سنفی که هستید ازتون خواهش دارم موضوع عقل و گسترشش بدید شما هم مبلغ زندگی عاقلانه باشید مبلغ زندگی عاقلانه باشید جامعه به سمت عقل بره همه ما بهره من خواهیم شد هممون استفاده خواهیم کرد جامعه رفت به سمت جامعه ای که هوا و هوس ندانم کاری ها بر جامعه حاکم بشه زندگی بر همه سخت خواهد شد همه اذیت میشن چند قشنگی که دست به دست هم بدیم این اتفاق قشنگ بیفته در زمان ظهور وجود نازنین قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از برکات این انقلاب جهانی و اون حکومت وجود نازنین امام است که امام بر جامعه حاکم می شود این است که عقل انسان ها کامل می شود زندگی عاقلانه می شود این یکی از برکات و وجود نازعین امام است برای زمانهای هایی در زمان ظهور است چقدر قشنگه چقدر عالی است ما تو کتاب های رواییمون یک کتابی داریم اصول کافی شش دانگ حواستون رو من بدید تمام حواستون رو لازم دارم تمام حواس ببین من موضوعات بسیار زیادی رو نشستم بررسی کردم که این فرصت بسیار خوبی که ما با هم دیگه داریم و به نام نامی وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام دور هم دیگه جمع شدیم استفاده درستی بکنیم تو زندگیمون از این فرصت طلایی تو جمع بندی این موضوع رو من براتون انتخاب کردم که با هم دیگه هممون با هم دیگه جلو بریم یه کتابی داریم اصول کافی اگر تو خونه ندارید بهتون پیشنهاد میکنم حتما بخرید و توی فضای زندگیتون از این کتاب استفاده کنید فوق العاده کتاب قشنگ روایی است خیلی زیباست من سال حدود و 74 این کتاب رو خریدم و با این کتاب زندگی کردم همین الان به این کتاب مراجعه میکنم توی این بیست و چند سالم من به این کتاب مراجعه کردم خیلی ازش استفاده کردم تو معاشرت ها تو اخلاقیات تو این کتاب روایات فوق ناب و قشنگی داره بخشش کنترل خشم صبر مسائب احترام به پدر مادر همسرداری تربیت فرزند مسافهه معانقه توبه اسکار یه باب داره تو بحث اسکار یه باب داره تو بحث قرآن خداشناسی امامشناسی تو بحث معاد این کتاب فوق العاده از چهار جلد فوق العاده زیباست فوق العاده زیبا نویسنده اومده یه کار بکر یه کار فوق قشنگ تو این کتاب انجام داده کتاب میخواد شروع بشه جلد اول رو برمیدارید کتاب باز میکنید خب وقتی کتاب اینقدر قشنگ اعتقادی است تو بحث اخلاقیاته این کتاب توحید دارد پیامبر شناسی نبوت و معاد و امامت و اینها رو داره خب به طب مشخصه دیگه شما کتاب باز کنید باید بر سراغ خداشناسی توحید که باب خداشناسیشم هم فوق زیباست جالبه کتاب رو شما باز میکنید اولین موضوعی که اصول کافی من اون کلینی تو کتاب آورده اولین موضوع نوشته کتاب عقل اه؟ عقل بله بله عقل اومده مقدمه هم گذاشته چرا من این کتاب رو با موضوع عقل شروع کردم روایات فوق العاده زیبایی رو جمع که اصلا از زیبایی های مکتب اهل بیت واقعا همینه که کسی که شیعه است به یه مسلمان که غیر شیعه باشه قرآن رو داره اما قرآنی خب اهل بیت دیگه مفسرش نبودند قرآنی داره که خیلی بیشتر شبیه از ظاهر قرآن و برداشتای خودشه اما شیعه قرآن دارد مفسر قرآنش اهل بیتند در کنار قرآن کلام حضرات معصومین رو به عنوانه الگوها و راهنماها داره دست خیلی پره تو این اتفاق این کتاب با تمام زیبایی هایی که داره و نکات قشنگی رو که تو سبک زندگی مطرح کرده میگه من این کتاب را با موضوع عقل شروع میکنم و دوباره عقلم توضیح داده روایت قشنگیست من نمیخوام بهش بپردازم نکته جالب میدونی چیه چیه کسی که عاقل باشد شناسم میشه کسی که عاقل باشه سراغ پیامبرم میره کسی که عاقل باشه سراغ اهل بیت میره کسی که عاقل باشه بقیه زندگیشم هم خود به خود درست میشه این عقل است که تو رو تو اون مسیر میبره و گذاشتیش کنار زندگی تباه خواهد شد قشنگ قشنگه که بیایم اراده کنیم و واقعا تصمیم جدی بگیریم به این زندگی عاقلانه حالا یه نفر شاید سوال کنه خیلی خوب باری کلا خوبه خوبه چه بحث قشنگ و زیبایی است الان داریم میگه حتی کتاب گرانسنگی مثل اصول گاوی با باب عقل شروع شده و روایاتی رو درباره عقل جمع کرده و این مقدمه خودش نشون میده که تو ادبیات دینی ما چقدر به عقل تاکید شده چون چون عقل مخلوق الهی است و هدیه خداوند به انسان از اتفاقات عجیب وجود انسانه نمیخوام خیلی ذهن شما خوبان رو درگیر کنم و بارث مباحث پیچیده بکنم در وجود انسان چون این رو گفتم شاید تو ذهن بعضی بیاد تفاوت عقل با فکر چیست تفکر تعقل تدبر اولول الباب فعاد قلب روح اینا چی تو وجود انسان ارتباط اینا با هم دیگه چیست تفکر و تعقل تدبر قلب روح اگر خواسته باشیم بریم سراغ تاریخ بشر تا همین الانی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم اندیشمندان بسیاری تو طول تاریخ بشر از فلاسفه و عرفا و متکلمین بگیرید و در گروه های مختلف در گوش و کنار دنیا اومدن درباره انسان حرف زدن و درباره ابعاد وجودی انسان صحبت کردند. باره عقل صحبت کردن باره فکر صحبت کردن تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ کس نمیتواند ادعا کند که برای اینایی که من به شما گفتم تعریف درستی ارائه داد هر کسی با عینک خودش به موضوع نگاه کرده ولی سرا قرآن و اهل بیت برید دیدتون رو نسبت به این موضوعات باز میکنن بله تفکر زیر مجموعه عقله تدبر زیر مجموعه عقل عقل از فکر استفاده میکنه آدمی که عاقله تدبر هم تو فضای زندگی داره بله درسته هیجانات زیر مجموعه عقل میتونن قرار بگیرن یه جایی عقل اونها رو رها میکنه اتفاقات خطرناکی میفته اینجا جایگاه قلب چیست آیا عقلی که میخواین این روزها با آی صحبت کنیم اون ساختار مغزی است یعنی وقتی میگم عقل اشاره کنم به سرم خداییش نمیدونم صادقانه نمیدونم آیا ما ساختن مغزیست نمیدونم هنوز علم اینجا حرفی نداره برای گفتن قلب یعنی روح قلب با روح فرق میکنه نمیدونم نمیخوام در حرف بزنم چرا؟ چون بعضی وقتا شما چیزهایی رو ادراک میکنید که اصلا مال ساختن مغزی شما نیست یعنی سلولای مغز شما درش درگیر نیستن مثل چی؟ بنده خدا میگفتش که یک دفعه شب بیقرار شدم. بیقرار بیقرار. من اینو فراوان شنیدم از افراد. میگه بیقرار شدم. خوابم نمی برد. حالم خراب بود. بلند شدم ساعت... یک ساعت دو هر کار میکنم خوابم نمیبره چیکار کنم بیقرارم یه باغچه کوچیک داشتیم بیرون شهر گفتم برم اونجا الان حالم خرابه اونجا کمی هوا عوض بشه شاید حالم خوب بشه با خانواده گفتم میرم اونجا اونجا هم بیقرار بودم یه دفعه پسرم رفته بود یه جایی به دلم افتاد برم ببینم اون داره چیکار میکنه رفتم اونجا دیدم آها رفته توی جمعی که اون آدمها ها آدم سالمی نیستن. مصرف مواد دارن و فلان و فلان و فلان بیقراری دل من اینه که پسرم در معرض خطره ولی این مال ساختار مغزی نیست این مال ادراکاتی است که در وجود شکل میگیره چیست نمیدونیم یعنی اینکه نمیدونیم متقن نمیتونیم براش حرف بزنیم حرف و حدیث هایی دربارش هست پس این عقل قدرتش چیست و از کجا اومده باز هم نمیخوایم خیلی توی تئوری ورود پیدا کنیم میخوایم بیاریمش تو متن زندگیمون من براتون تعریفش میکنم عقل و ببینیم که این عقل تعریفش چیست اولا بدونید که عقل یه قدرت است. با فکر فرق میکنه شما فکر میکنید فکر میکنی که مثلا میری یه کلاس هم شرکت میکنی فکر میکنم که از این به بعد از زمانم درست استفاده کنم مثلا به عنوان مثال استفاده از گوشی رو رسانه رو تو فضای زندگی مدیریت کنم فکر میکنی به نتایجی هم میرسی اما فکر هیچ اتفاقی تو وجودت نیفتاده اون چیزی که تو رو به میدان عمل میبره عقله. لذا دقت کنید عقل قدرت تشخیص و ادراک و اراده کننده اداره کننده انسان به نیچی و سلا و بازدارنده او از شر و فساد است. کلمات یه بار دیگه دیگه ما هم مرور کنیم چرا میخوای اینقدر روی این موضوع مکس کنید میدونی ما بعدا که بریم جلوتر میخوایم بریم سراغ نشانه های آدم عاقل اول تکلیف اونو با عقل خودمون مشخص کنیم ببینیم عقل چیست قدرت تشخیص عقل تشخیص میده ادراک شرایط رو درک میکنی از تشخیص میری بالاتر بعد اداره کننده وجود انسان است با اون میتونی مدیریت کنی خودش رو بعد انسان رو به سمت نیکی و صلاح جلو میبره عقل بازدارنده انسان از کار زشته اومدی حرف زشت بزنی عقلت میگه که دست نگه دار زشته در شعن تو نیست حرف اینطوری زدن چشت اومد خطا بره تو نگاه به نامحرم اون که نگرش میداره عقله عقل میگه کنترل کن خودت تو زشته قیامت باید جواب بدی اینا تو نامه عملت نوشته میشه عقل چشم سر رو میندازه پایین عقل سر رو میندازه پایین چشم رو میبنده این قدرت عقله با پدرت با مادرت دو چالش شدی خشمت اومد بالا الان میخوای یه چیزی بگی این هیجان یعنی تخلیه هیجانات یکی از کارهایی که تو وجود انسان میکنن از نگاه روانشناسی این قسمت رو میگم هیجانات یکی از کارهایی که تو وجود انسان میکنن دفاع از خوده ما چهار تا هیجان قوی داریم یا عواطف قوی داریم ترس شرم غم خشم این چهار تاست تو وجود ما اینا هم به خاطر دفاع از روان اصطلاحا دفاع از سلف دفاع از خوده تو وجود انسان خداوند قرار داده یه اون شرم لازمه باشه خداوند قرارش داده ترس برای پیشگیری از خطر لازمه باشه خداوند تو وجود انسان قرار داده خشم لازمه باشه خداوند تو وجود انسان قرار داده قم لازمه باشه خداوند تو وجود انسان قرار داده یه آدم سالم در جایی که کل حواستون رو من بدید ششتان حواستون یا آدم, آدم سالم در جایی که باید غمگین شود غمگین می شود و به اندازه غمگین می شود این آدم آدم سالمیست در جایی که باید بترسه میترسه و به اندازم میترسه اما کسی که شخصیت سالمی نداره جایی که نباید بترسه میترسه جایی که باید یه میزان به ترسه اینقدر ترسیده که الان خواب و خوراک ازش گرفته شد رفته زندگیش دوچار مشکل شده حالا چه اتفاقی تو وجودت میفته اونجا که خشمت اومده میخواد از خودت دفاع کنی شاید الان یه جمله ای بگی که به پدر مادرت لطمه بخوره اینجا عقل میگه که خودتو کنترل کن پس عقل قدرت تشخیص هم داره ادراک هم هست وادار کننده ای انسان به نیچی و سلام هم هست انسان رو از فساد هم حفظ میکنه عقلت میگه که این چته اشتباس نرو جلو خودتو بگیر تو باید به حرفش گوش کنی جلوتر بریم عقل دیگه چیکار میکنه عقل وسیله پرستش خداوند و به دست آوردن بهشت است با عقل ما به خداوند میرسیم آدم عاقل مطیع خداوند اتفاقا یکی از نشانهای عقل بد نیست این رو بدونید یکی از ویژگی های بارز عقل اینه که در مقابل دستورات الهی مطیع است چی گفتم یه بار دیگه بگم ازتون بپرسم یکی از ویژگی های عقل است که در مقابل دستورات الهی یه بار دیگه در مقابل دستورات الهی مطیع است این نشانه عقله. اون جایی که یه نفر در مقابل دستورات الهی گردن کشی میکنه رفت در ایته جهل قرار گرفت عقل با دستورات الهی نمی جنگه عقل دستورات الهی میپذ عقل نعمتی است که خداوند به وجود انسان داده و جالبه که قیامت طرف حساب عقل است به میزانی که عقل داده شد محاکمه و محاسبه شکل خواهد گرفت و کیفر پاداش داده خواهد شد به میزان عقل است تا اینجا موضوع رو داشته باشید من میخوام ازتون یه چند تا سوال بکنم به من نگید اما به خودتون جواب بدید صادقانه به خودتون خواسته باشید نمره بدید چند درصد زندگی عاقلانه است دقیقا بر مدار عقل جلو داریم میرید کجاها به حرفش نکردید چوبشو خوردید کجاها میدونی کارت اشتباس یعنی عقلت یه چیز دیگه داره میگه تو هم علم داری ولی به جایی که به حرف عقل کنی مدیریتش کنی یه مسیر دیگه ای رو داری میری صادقانش خواسته بگیم همه مایی که همه ایمایی که الان وارد این بحث شدیم جاهایی رو میتونیم تو زندگیمون جاهایی رو بعضیا که خیلی زیاد تمام عمرشون جاهایی رو میتونن نام ببرن و اشاره کنن که به حرف عقلشون شما بگید اینجا من این نکته رو بهتون بگم و نمیتونیم بگیم که این آدم عقل ندارد بلکه بلکه دارد و ازش استفاده نکرده مثل دیدید بعضی ها این دیدید بعضیا ماشین سف میگیرن بعد نایلونای روی صندلیشو رو باز نمیکنن مثلا این پنج سال شیش سال هفت سال ماشین هر داره سر میخوره میاد پایین عرق کرده تو تابستون باز کنه استفاده کن میگه نه عیفه و کی قرار استفاده این؟ تو قرار استفاده نه عیفه بعضی ها عقلشون هم دقیقا همین استفاده کن نه عیفه استفاده کن عقل میخوای رشد کنی تو زندگیت عقل میخوای تو فضای زندگی مسیر پیشرفت و بری عقل 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 این قدرت زیبای پروردگار الهی رو که در اختیار انسان قرار داد و حجت خداوند در وجود انسان بیارش این زندگی که الان ما داریم میبینیم در برخی از افراد جایگاه عقل رو توش نمیبینیم اینجا زندگیشون رو پدر مادر فروختن یه قسمت از زندگیشون رو فروختن هزینه پسرشون کردم فرستادنش امریکا که بچه‌مون بره اونجا رشد کنه بچه رفته اونجا یک سال اونجا بوده الان بچه برگشته برگشته که دنیای مشکلات روحی روانی مدتی بستری بوده ده ها بار دست به خودکشی زده بماند بچه میگه که بعد از ده روز اونجا بودم درگیر شدم درگیر اون گروه ها و جریانات بعد میگه که ماده مخدری نیست که من تجربه نکرده باشم بیست و دو سال بعد میگن که اون چیزایی که ما برای این بچه فروختیم و فرستادیمش بره الان چند میلیارد هم مالت رفت هم بچت رفت همین بچه دیگه اون بچه اول هرگز نخواهد شد فکر نکردی یه بچه تو این سن و سال رو میفرستی اونجا منهای هیچ کس این بچه احتمال ندادی چند درصد درگیر بشه احتمال ندادی بابا اینجا اونجاییست که دیگه این کلمه همچین خوشگله بابا عقلم بقیه شما بگید یه بار دیگه عقلم آها ببین چند قشنگ الان شما تشخیص دادید ما خوبه بعضی وقتا ازش استفاده کن ازش استفاده کن تو پدر عزیز تو مادر گرانقدر رو دوست داشتنی قطعا بچه تو دوست داری میشه یه مادری دخترش دوست نداشته باشه میشه یه پدری دخترش دوست نداشته باشه قطعا دختر دوست داری قطعا ولی این دختری که داره میرسه به مرز هفت سال هشت سال نه سال یواش یواش داره میره تو مراحل بلوغ اول و یواش یواش داره تغییر میکنه این دختر دیگه باید پوششی داشته باشه که محفوظ بماند اگه نه گرگ ها و آدم های پست صفت این رو اذیت خواهند کرد بابا اینجا عقلم هم خوبیه. عقل استفاده کن ازش جلوی صدمات رو بگیر جلو آسیب ها رو بگیر یکی از کاری که عقل میکنه دقیقا همینه جلو صدمات رو بگیر جلو آسیب ها رو بگیر عقل تو بیار تو زندگی بعد شکایت میکنه بابا شکایت میکنه مادره پسرم سی و سالشه خب پسر سی و ساله من روزی ده دوازده ساعت تو لپتاپش بازی میکنه پیس بازی میکنه پاشو رو سر کار کار برام مشخص کنید سرمایه به من بدید همه چی بدید من میرم بابا تو یه مردی الان بچهت باید کلاس اول باشه تو الان باید زیر بال پدر و مادرت هم بگیری تو الان یه شخص مؤثر در جامعه باشی تو نیستی اینجا اون تقابل عقل و جهر تو وجود انسانه اون جایی که عقل دیگه میره کنار برگردیم روایات یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم وجود نازنین امام رضا علیه السلام این روایت فوق العاده زیباست این روایتی رو که بعضیاشونو من پررنگش میکنم به خاطر اینکه شما بیارید تو متن زندگیتون وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام فرمودن دوست هر کس عقل او و دشمن او جهل اوست جهل حالا این عقل و جهل کجاست تو مسیری که با هم دیگه میریم جلو نشانه های عقل و من یک به یک بهتون میگم اگر براتون مقدور بود بحثی رو که داریم میریم جلو نکات مهمش رو یادداشت کنید خیلی قشنگه ضبط کنید بعدا چند بار گوش کنید باز هم من تاکید میکنم این رو بیارید این کلاس درسی که نشستیم و مینشینیم نشینیم انشاءالله پای کلام پروردگار مهربان در قرآن و مینشینیم پای کلام حضرات معصومین انشاءالله به این زندگی قشنگی داشته باشیم در دنیا و زندگی زیبایی در آخرت بیایم این رو عملیش کنیم فقط نشینیم و بریم نه نه بریم تو متن زندگیمون قرارش بدیم همین الان که سخن منو گوش میکنید همین الان اه چه جالب موضوع عقل یکم برم دربارش مطالعه کنم یک کتاب دربارش بخونم برم قرآن برید سراغ قرآن در قرآن چهل و نخ بار عقل و مشتقاتش اومده برید نگاه کنید به این قرآن چقدر تأکید به تعقل کرده به قول استاد شهید استاد مرتزا متحری که کتاب های فوق خوبی داره ایشون فهمد که هیچ مذهبی و هیچ دینی در دنیا به اندازه اسلام و تشیع دستور به عقل داده نشده دستور به تفکر داده نشده عقل تو به کار ببند. برو فکر کن چقدر زی قرآن رو برید قرآن رو برید قرآن قرآن اشتالا یه شبی میریم سراغ عقل در قرآن و من آیاتی رو خدمتون خواهم گفت در عقل در قرآن یه شب و براش وقت میذاریم ببینید که چقدر شگرفه چقدر عالی خداوند یه قسمتی در قرآن مستقیما سخن از عقل است افلا تعقلون مستقیم صحبت از عقل یه جا نه مستقیم به عقل اشاره نمیکنه اما سوالی میپرسه که فکر تو درگیر کنه عقل تو درگیر کنه علم یعلم یع به ان الله یرا آیا نمیدونی خدا داره می بیند فکر کن این کن ان فی خلق السماوات والارض یعنی فکر کن فکر افلا ینظرون نگاه کن عقل رو درگیر میکنه ما اون قدرت عقله که ما با قرآن مواجه میشیم میریم تو بندگی خداوند قرار میگیریم خدا میخواد تو عاقلانه عبادت کنی لذا تو روایاتمون داریم خواب عاقل از شب زندهداری جاهل ارزشش بیشتره خواب عاقل این عقل است من نگاه همینه انشالله به لطف الهی و دوست دارم این اتفاق تو زندگی تک تک ماها بیفته و تمام دوستانی که بعدا این بحث رو پی خواهند گرفت نگاه من اینه که انشالله عقل در تمام زندگی ما خودشو نشون بده یعنی چی؟ یعنی حرف زدنمون عاقلانه باشد نگاه کردنمون عاقلانه شنیدن میخوای موسیقی گوش کنی عاقلانه حرف رفیقتو میخوای گوش کنی عاقلانه استفاده از هیجانات عاقلانه باشد خشم و تو مدیریتش کنی غم رو تو مدیریتش کنی حسادت در وجود تو جایگاهی نداشته باشه با عقلت حسادت رو مدیریت کنی با عقلت اینکه دوست داری تو چشم باشی خودنمایی و خودخواهی و فخر فروشی و تفاخر رو تو مدیریتش کنی با عقل. عاقلانه با همسرت ارتباط برقرار کنی عاقلانه با پدر و مادرت بر... ارتباط برقرار کنی عاقلانه با خانواده همسرت ارتباط برقرار کنی عاقلانه غذا بخوری عاقلانه رانندگی کنی عاقلانه با همسایت ارتباط داشته باشی عاقلانه بندگی خدا رو انجام بدی عقل 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 عاقلانه انتخاب همسر داشته باشی چقدر زیباست چقدر زیباست بعضی وقت‌ها این بحثی رو که من یعنی داشتم روی این موضوع کار میکردم صادقانه دارم به شما میگم ساده وقتی آدم روی این بحث عقل کار میکنه چقدر این عقل شگرفه شیطان یه وسوسه میکنه خب با وجود عقل پس ما نیاز به پیامبر و امام هم داریم بله بعدا میریم جلوتر اصلا میگیم این عقل میگه که ببین یه جای کار نقص داره میگیم کجا نقص داره میگه ببین الان تو تو تربیت فرزند کم آوردی اینجا نیاز به یک الگو داری از کی میخوای بری خبر بگیری سوال کنی آه اینجا دیگه نیاز به پیامبر داری اینجا نیاز به امام داری که به تو بگه اینجا نیاز به کتاب آسمانی داری که کمکت کنه که زندگی عاقلانه داشته باشی ببین چقدر قشنگ شد این عقل است ما رو سراغ قرآن میبره این عقل است ما رو سراغ پیامبر میبره این عقل است ما رو سراغ اهل بیت میبره این عقل است ما رو به سراغ وجود نازنین قطب دایره امکان حضرت مهدی عجلا لا تعالی فرجه و شریف میبره پس چه نعمت بزرگی است من این روایت رو بهتون گفتم یه روایت دیگم چون خیلی زیباس حیفم بیاد نگم این رو بگم و بحثم رو جمع کنم میفهمد هیچ بینیازی همچون عقل و هیچ فقری مانند جهل نیست به کسی که عقل دادن چی ندادن و کسی که عقل نداره چی داره هیچی نداره آدم جاهلی که من نور یواش میگم ولی شما بلند بشنوید خدایی زندگی کردن با کسی که از عقلش استفاده نمیکنه چقدر کاره؟ یه بار دیگه چقدر کاره؟ خیلی کار سختی آدم جاهل باز برگردم منظور من از جاهل کسی نیست که نادان است جهل و جاهل علمی که از آن استفاده نشود دانستنی که تو زندگی به درد شاید یه نفر یه پزشک رو در نظر بگیرید یه پژوهشگر رو در نظر بگیرید رفته درباره سیگار دهها مقاله در بهترین ژورنال ها یا بهترین سایت های دنیا به ثبت رسونده و اصلا جایزهای بسیار عالی گرفته و دقیق میدونه که وقتی اولین پاکه به سیگار میزنه کدوم قسمت های بدن تحت تاثیر قرار می گیرن. از همون لحظه‌ای که دود وارد دهانش میشه چه اتفاقات فعل و شیمیایی تو ساختار شیمیایی بدنش تو ساختار الکتریکی بدنش میفته تمام اینا رو میدونه که ششخا چی میشن کبد چی میشه کلیه چی میشه قلب چی میشه ساختار مغزی چه اتفاقاتی براشون میفته همه اینا رو از لحاظ علمی میداند بعد که کاملا تحقیقاتش رو تمام کرد یعنی اینا کتابش رو میذاره کنار میگه بریم یه سیگار بکشیم یه نفسی بگیریم جمعه این همه تحقیق چی بود؟ این علم است اما رفتارش جاهلانه است با این همه تحقیقاتش این آدم چیست؟ شما بگید یه بار دیگه همه با هم دیگه این آدم جاهل است پا علمش چی شما یه چهار تا مطلب تو سلول های مغزیش رفته تموم شد رفت جهل باید عقل و تقویتش کرد که وقتی که تصمیم به کاری گرفتیم قدرت عقل بیاد وسط و با او ما شروع کنیم به کار با تقویتش کرد در وجود خودمون از این موهبت الهی به درستی استفاده کنیم دعا کنم و بریم در خانه وجود نازعین اما قدر الله الحسین خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم به یک تایید تو عقل و خلق کردی وقتی خداوند عقل و خلق کرد و حالا روایتشو بعدم براتون میخونم به اون فرمانی داد این عقل و یک نعمت بزرگ دونست که هدیهش میده به انسان ها خدا این قدرت بزرگ رو در وجود ما قرار دادی توفیق استفاده کامل کلمه دقت کنید استفاده کامل از این قدرت عقل و نعمت بزرگ خودت رو به ما عنایت بفرما این عقل است که به ما میگوید تو برای اینکه زندگی خوبی داشته باشی نیاز به یک پناهگاه داری پناهگاه امن که بتونی اونجا پناه ببری نیاز داری به کسی که دست تو رو بگیره مسیر درست رو بهت نشون بده این عقل میگه عقل میگه لذا عقل که ما رو آورده در خونه حسین این عقله. این گریه این لباس مشکی پوشیدنه این ازاداریه این زانو زدن در مکتب حسین کار صد در صد آقلانه است. ما نیاز داریم به کشتی نجات ما نیاز داریم به چراغ هدایت ما نیاز داریم ما نیاز به پناهگاه داریم یه خانومی یه صحبتی با من میکرد چارچوب اعتقادی نداشت یعنی خیلی معتقده به نماز و روزه و هجاب و حرم و اصلا این چیزا چار... پایبند نبود و یه اتفاق جالبی رو برای من تعریف کرد همسرش بهش خیانت کرده بود وقتی متوجه شده بود گویا که تمام دنیا گفت رو سرم خراب شده احساس کرد گفتش که احساس کردم تمام شد زندگی از بین رفت به شدت حس بدی داشتم گفتم خب چیکار کردی گفت فقط تنها کاری که به دست به ذهنم رسید که از دستم برمیاد انجام بدم برم حرم حضرت رزا علیه السلام پناه بردم به امام رضا کلمه رو دقت کن پناه بردم به امام رضا پناه بردم درسته امام ملجع و پناس خوش اومدید به خیمه حسین بچه ها خوش اومدید نوجوان ها خوش اومدید جوان ها خوش اومدید زن و مرد خوش اومدید اینجا پناهی است که به همه پناه میده ایام محرم که میشه خیمه امام حسین که برپا میشه میبینی طرف نماز نمیخونه با خدا کاری نداره تو طول سال انگار جنس حسین فرق میکنه پاشده اومده چرا اینجا حسین است اصلا حسین جنس قمش فرق میکنه پاشد اومد حالا امام حسین چی کار میکنه؟ امام حسین دست رو میذره تو دست خدا انقلابی در وجودش بپا میکنه لذا قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام برای یک تکه از تاریخ نبود که یک تکه از تاریخ مردم بیدار شد نه بشر تو طول تاریخ بیدار شد. بشر بیدار شد. بریم در خانه ابا عبدالله حسین با همین شعری که گفتم امشب رو من این گونه شروع میکنم و عزیز دلم ادامه میدن اصلا حسین جنس قمش فرق میکند اصلا حسین جنس قمش فرق میکند این راه عشق پیچ و خمش فرق میکند اینجا گدا همیشه طلبکار میشود اینجا که آمدی کرمش فرق شاعر شدم برای سرودن برایشان این خانواده محتشمش فرق می کند به, به صد مرد زنده می شود از ذکر یا حسین ایسای خانواده دمش فرق می از نوع ویژگی دعا زیر قبهش معلوم می شود حرمش فرق میکنن یه جایی شما مسافری اما میتونید نماز کامل بخونید زیر قبه حسین دعا مستجاب نه دعا نمازت کامل اینجا فرق میکنه اینجا قطعه متفاوت تنها نه اینکه جنس قمش جنس ماتمش حتی سیاهی علمش فرق میکن توی مرسه ابتدایی من یه رفتم محرمی بود چه صحنه ای من دیدم این مدیر مدرسه و کادر مدرسه اومده مثل اینجا که شما سیاپوش کردید پرچم زده بودن پرچم های زده بودن از سلام علیکه و عبا قبدالله یه صحنه هایی دیدم عجیب قشنگ بود زنگ تفریح خورد بچه ها از کلاس اومدن بیرون دیدم بچه ها میرن نزدیک این پرچم صورتشون رو به این پرچم میمانه اصلا این سیاهی جنسش فرق میکنه احساس میکنی که میتونی باش ارتباط بگیری تنها نه این که جنس قمش جنس ماتمش حتی سیاهی علمش فرق میکند شما خبره اید فقط یه اشاره برای شما بس با پای نیزه روی زمین راه میرود با پای نیزه روی زمین راه میرود خورشید کاروان قدمش فرق می کند من از حسین و منی پیغمبر خدا فهمیدم حسین همه اش فرق می کند امشب شب مسلم بعضی گفتند گفتن یه جمله معروف مال مسلمه به یکی دیگه از یاران عبا عبدالله هم این جمله رو منتصب کردن به جونم گفتن ولی به مسلم این رو نسبت دادن وقتی که نشست تو دالال اماره و اون ناجوان مرد در مقابلش بود و میخواست که از مسلم که دست از حسین بردار بدینی مسلم چی گفت این جان کلامه کلام. مسلم این جمله رو گفت حسین حسین, حسین. امیری حسین و نعمل امیر دست از حسین بردارم امیری حسین در دنیا حسین امیر من تمام وجودم بالا حسین و نعم الامیر عجب آقایی دارم دست از حسین بردارم این موقعی شب اینجا چیکار کار میکنی؟ برای چی اومدی؟ به من تو اینو میگی میگی من میتونم تو خونه بشینم طاقت نمی آوردم رفتم یه جایی اومدم یه جایی پیدا کنم بشینم بر حسین عشق بریزم میگم خوش اومدی خوش اومدی میدونی این ایام انبیا گریه میکنن مادرش زهرا گریه میکنه این مصیبت مصیبت سنگین اون بوده تو زیارت آشورا خوندی سنگین بر اهل آسمان و زمین خوش اومدی نیت کن سلام بدیم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین من میگم همتون با هم این دعا رو آمین بگید به حق حسین عجل ولی کل فرج